بسم الله الرحمن الرحیم. وقت همه شما عزیزان بخیر. در هفته ششم در خدمت شما قرار دارم. بحثی که به ادامه بحث گذشته در رابطه به رژیم پارلمانی میگفتیم، بالاخص انگلستان مبحث چهارم نیروهای سیاسی یا سیستم دو حزبی و سیستم انتخاباتی در انگلستان. انگلستان هم شکل شما گفتم بیشتر بحث یک کشور پارلمانی و نظام پارلمانی در حقیقت در او عذابی هم وجود داره و عذاب سیاسی در انگلستان، در واقعیت نظام سیاسی انگلستان بدون مطالعه عذاب سیاسی امکان پذیر نیه و در حقیقت اگر خواسته باشیم ما نظام سیاسی انگلستان رو بدون مطالعه قرار بدیم نمیتونیم بدون از اینکه عذاب سیاسی رو مطالعه کنیم درک درستی از او داشته باشیم، چون عذاب سیاسی در انگلستان از یک طرف ابزار کسب قدرت هم و از طرف دیگه یعنی که درست رژیم سیاسی انگلستان رژیم پارلمانی، اما در حقیقت این رژیم پارلمانی توسط احزاب پیروز مدیریت میشه و این مدیریت از اینا در حقیقت توسط احزاب و خود سیستم از اینا سیستم سیستم حزبیه و احزاب به اصطلاح پارلمان در کنترل خود رو میگیرن و هر حزبی که بیشترین رای به دست آورد در حقیقت همو حزب حاکم در پارلمان. بحث احزاب انگلستان احزاب آیا ایدئولوژیک هم یا پارگماتیک در گذشته، چون میدانیم که وقت به خصوص نظام دو بلوکی بود و در از بعد از جنگ جهانی اول تا به ختم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عملا احزاب سیاسی در کشورها و قبل از او جنبه ایدئولوژیک و جنبه دینی داشتن و هر حزب با توجه به نوع به اصطلاح وضعیت کشور خود خویای احزاب دینی بودن یا احزاب ایدئولوژیک بودن و بر اساس یک ایدئولوژی و یک طرز تفکر پیش می‌رفتن، اما احزاب در کل هم محل به اصطلاح ظهور ایدئولوژی های گوناگون در جهان. ما اگر هر کشور شما احزاب سیاسی رو مطالعه بکنیم مطمئناً بر اساس یک ایدئولوژی و یک طرز فکر پیش میرن. و سوال اینه که آیا واقعاً احزاب سیاسی انگلستان هم مانند گذشته بر اساس همون مسائل ایدئولوژیک وفادار موندن یا خیر نظریات از اونها عوض شده به جنبه پراگماتیسم سیاسی ارجحیت میدن و بر اساس روی کرده که امروز در جهان وجود داره، منافع شهروندان، واسه اولویت های زندگی شهروندان رو اساسی اتباع و مسائل مختلف ایرهی که در یک کشور عملا میتونه معنا و مفهوم پیدا کنه و اونا بیشتر به عنوان اصول در نظر میگیرن و اساس از او پیش میرن. و در انگلستان دو تا حزب وجود داره، به یک حزب کارگره و یک حزب محافظه کار، که حزب کارگر در انگلستان بیشتر در گذشته چپگرا بود و مرام سوسیالیستی داشت و بیشتر منافع جمع منافع فرد ارجحیت میداد و چون بیشتر طبقه متوسط و طبقه ضعیف جامعه عضویت حزب کارگر داشتن و مجد تلاش میکردن تا منافع عمومی بیشتر را نظر بگیرن و بر اساس منافع عمومی حرکت بکنن و بر اساس منافع عمومی به پیش برن. و حزب دیگری در انگلستان از گذشته بود که به نام حزب محافظه کار. حزب محافظه کار یک حزب لیبرال بود و ایدئولوژی لیبرالیزم در وجود داشت و قاعدتا بر اساس معیارهای فردگرایی و مالکیت خصوصی و بحث آزادی بیان و آزادی و حکومت دموکراتیک و روش دموکراسی و حکومت محدود و تساهل و اینا به پیش می رفت و بازار آزاد با عنوان یک ایدئولوژی مطرح بود و در انتخابات پارلمانی اشتراک می کرد و در مقابل حزب کارگر به اصطلاح در جامعه انگلستان وجود داشت. و تاریخ انگلستان گواهی بر اینه که در شرایط حزب کارگر بیشترین کرسی ها در مجلس نمایندگان انگلستان به دست می آورد و در شرایط دیگر حزب محافظه کار
به اصطلاح قدرت بیشتر پیدا میکرد و کرسی های بیشتر به دست میارد و صدر اعظم رو کابینر تشکیل میداد. پس در انگلستان در حقیقت دو تا حزب بود که هر دو حزب جنبه ایدئولوژیک داشتن، ولی بعدها به خصوص بعد از سال 2001 این احزاب کم کم جنبه ایدئولوژیک رها کردن و یک سری ارزش های دیگری که امروز در جهان برای احزاب سیاسی در نظر گرفته میشه مطمع نظر از اونها به مؤسس پیش میرن. به نکته بعدی دیگه گفتار دوم اینه که در سیستم دو حزبی مهمترین ویژگی نظام حزبی بریتانیا اینه که دو حزب و دو حزب با هم دیگر رقابت میکنن و از قرن 17 به بعد به استثناء یک دوره کوتاهی که نظام دو حزبی نبود، چند حزبی بود، بیشتر همیشه از قرن 17 به بعد در انگلستان قدرت بین حزب کارگر و حزب محافظه کار به اصطلاح رد بدل میشه و هر زمانی با توجه به سیاست هایی که به اصطلاح اتخاذ میکنن مردم انگلستان رأی میدن و بر اساس اون رأی که هر حزبی که بیشترین رأی به دست آورد کرسی های بیشتری در مجلس به دست آورد برن صدر اعظم و کابینر تشکیل میده و به مو اساسه که قدرت در انگلستان در تسلط از اون به پیش میبره. بس دیگه سیستم انتخاباتی در بریتانیا، انتخابات در بریتانیا به طور مستقیم بر پایه نظام اکثریت نسبی به روش تک گزینشیه و در یک مرحله برگزار میشه ببینی که حوزه های انتخاباتی به تعداد کرسی های پارلمان تقسیم میشه و هر یک از نامزدا که بتونه اکثریت آرا از اون حوزه به دست بیاره برنده محسوب میشه و تعجبی که در رقابت ها اکثریت نسبی قابل اعتباره. پس برای انتخابات به دور دوم در به اصطلاح نمایندگان نمیره و در دور اول هر کسی که بیشترین آرا به دست آورد به عنوان نماینده تعیین میشه، اما این نماینده ها هم در حقیقت از طرف حزب خود و از طرف و یا حزب کارگر یا حزب محافظه کار کاندید میشن و مردم بر اساس برنامه های حزبی که اونا دارن برای از اینا رأی میدن و در حقیقت اینا نماینده های حزب خود در انتخابات شرکت میکنن و بر اساس همون هم رأی میگیرن. مبحث چهارم نهادهای بنیادین رژیم پارلمانی بریتانیا ای که مهم بفهمیم که چه نهادهایی در بریتانیا وجود داره و دارای چه صلاحیت های هن و حوزه صلاحیت ها از اینا چگونه و اینا چگونه میتونن که در جامعه عمل بکنن. رژیم پارلمانی بریتانیا نبی یک بارگی به وجود آمده، یعنی هم بر مبنای تئوری خاصی ایجاد شده که اساس یک نظری مثلا خبرگان به وجود آمده باشه، یعنی که انگلستان هرگز تصویر کاملی از این رژیم سیاسی نشتایی که به تحقق از او بکشه، بلکه رژیم پارلمانی در پی یک تحولات تاریخی و به اصطلاح به وجود آمد و اون شکلی که ما در جلسات پیش گفتیم بر اساس مقتضیات زمان صورت بندی شد و چارچوب زندگی سیاسی بریتانیا ترسیم شد. در حقیقت در گذشته هیچ مدلی مثل مدل بریتانیا وجود نداشته و عملا مردم بریتانیا بر اساس یک سیر تاریخی، بر اساس یک جبر زمانی و بر اساس یک سری تجربیاتی که به دست آوردن به اصطلاح این رژیم پارلمانی ایجاد کردن و همچنان دموکراسی که در انگلستان وجود داره یک تجربه جدیدی بود و به اصطلاح در گذشته و کم کم این پویا شد و در بریتانیا دموکراسی پارلمانی به وجود آمد و مردم بیشتر به حق خود واقف شدن و رفتن به سمت انتخابات، به سمت رفراندوم یا همه کرسی و از طریق رفراندوم یا همه کرسی به اصطلاح آمدن نمایندگان رو انتخاب کردن و نمایندگان از اون رو هم صدر اعظم به وزرا تعیین کردن. خوبی که در انگلستان وجود داشت بود که در انگلستان در حقیقت اتفاق خوبی که افتاد این بود که نهادهای سنتی به نهادهای مدرن برای تحقق آزادی ها با هم دیگر همکاری کردن و در حقیقت در جامعه انگلستان با هم کمک کردن تا بتونن که به اصطلاح هم نهادهای سنتی مثل مجلس لوردان و هم نهاد سلطنتی که سنتی بود حبس بشه و علی از جهت دیگه پارلمانتاریسم و به اصطلاح پرگماتیک و حزبی و بحث حقوق و آزادی های
امی شهروندان و آزادی اساسی و ایجاد روش دموکراسی در انتخاب نمایندگان و انتقال صلاحیت از پادشاه برای مجلس عوام و صدر اعظم و وزرا، اینا از جمله مواردی بود که یک سازش بین نهادهای سنتی و نهادهای مدرن به وجود آمد و نهایتاً باعث شد که به نفع انگلستان باشه و انگلستان از این وضعیت استفاده بکنه و استفاده مطلوبی هم انجام بده. بحث دیگه به ادامه بحث که گفتیم نهادهای بنیادین در رژیم پارلمانی، گفتار اول دستگاه سلطنته. دستگاه سلطنت از نوع مشروطه و قانون عرف از عوامل محدود کننده قدرت شاه به حساب میره و ملکه یا رئیس دولت بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع از طریق یک اتحاد شخصی با هم دیگر وصلن و اتحاد شخصی هم اگر یاد شما باشه در مضمون حقوق اساسی به اتحادی گفته میشه که یک شخص یا ملکه یا پادشاه در رأس چندین کشور قرار داشته باشه و جنبه سمبولیک یا تشریفاتی داشته باشه و هیچ نوع صلاحیت اجرایی نداشته باشه، فقط لحاظ احترام و حرمت بر از یک سری احترام و حرمت گرفته میشه و نهایتاً هیچ نوع به اصطلاح صلاحیت اجرایی نداره و فقط سرزمین ها با هم دیگر وصل میشن و هر کدام از این کشورها در حقیقت حاکمیت مستقل خود خوردارن، سیاست خارجی مستقل خود خوردارن، ولی به لحاظ تشریفاتی یک سری احترام و تشریفات برای ملکه الیزابت انگلستان در نظر گرفتن که او از یک سری تشریفات خاص برخوردار در غیر از او هیچ نوع صلاحیت و اختیار در امر اجرایی نداره. در گذشته شاه از همه مسائل فرمانی و صلاحیت هایی که حتی در این مناطق کشورهای مشترک منافع هم برخوردار بود، اما به اساس تحولات تاریخی و تدریجی که به وجود آمد و در حقیقت اتفاقاتی که در بریتانیا صورت گرفت، تقریبا تمام صلاحیت ها و وظایف سیاسی از یک شخص به یک نهاد انتقال پیدا کرد و در حقیقت هرچند صلاحیت ها و وظایف این شخص انتقال پیدا کرد به نهاد، ولی از لحاظ تشریفاتی و از لحاظ حفظ سنت های گذشته مقام پادشاهی یا ملکه همچنان باقی ماند و یک جنبه تشریفاتی و سمبولیک به خود خود گریف و مانند اسلاف خود خود این مقام را حفظ کردن و یک احترام ویژه‌ای به لزی در نظر گرفتن، ولی صلاحیت ها و وظایف از او کاملا از او گرفتن و برای نهاد به اصطلاح صدارت اعطا کردن. بحث دیگه چگونگی رسیدن به مقام سلطنت. در بریتانیا حق سلطنت به خانواده خانوار از جنگ جهانی اول که به نام وینزو یاد می شدن انتقال پیدا کرد و این جنبه کاملا وراثتی داره و در روشنهی قانون جانشینی که از سال 71 میلادی به اصطلاح تصویب شد و بر اساس قواعد کامن لا تعیین شد و کسی که باید به اصطلاح به عنوان پادشاه یا جانشین تعیین بشه یک سری شرایطی که بر اساس قانون 71 تصویب کردن به اصطلاح داشته باشه و نهایتاً از اون خانواده باشه و فرق نمیکنه که مرد باشه یا زن، و در حقیقت میتونه جانشین پادشاه گذشته بشه و هیچ محدودیتی برای از اینکه از کدام جنسه وجود نداره. همچنان که امروز میبینیم ملکه الیزابت یک خانم در حقیقت پادشاه انگلستان و ملکه انگلستان و مو صلاحیت های تشریفاتی نزد از وجود داره. و از لحاظ مقایسه‌ای هم اگر خواسته باشیم چنین وضعیتی در کدام کشورهای جهان هم وجود داره. در تایلند مذهب و سلطنت با هم دیگر یک پیوستگی خاصی دارن و پادشاه به عنوان یک بودایی و مدافع ادیان از منزلت خاص برخوردار و شایسته پرستش و غیر قابل سرزنشه و در حقیقت او هم جنبه تقدس داره و نسبت به بریتانیا از یک سری صلاحیت ها و اختیارات بیشتری برخوردار و کاملا جنبه سمبولیک نداره، اما با وجود از او هم در تایلند تمام اختیارات اجرایی و وظایف سیاسی به دوش صدر اعظم و کابینه از اون و
پادشاه حق مداخله در امور از او نداره، فقط صدر اعظم در جاهایی که ضرورت بدانه مطابق قانون اساسی میتونه به پادشاه مشوره بکنه و مشوره پادشاه رو بگیره. اما مثلا نظریات شاه در امر تعیین وزرا و اینا او نقش تعیین کننده نداره و اونها یک کسی که بتونه بیشتر مشوره بده در نظر گرفته میشه. و مقایسه دیگه هم که میتونیم با بریتانیا انجام بدیم بحث هالند، و در هالند یک قانونی که وجود داره اصل جانشینی وجود داره و بعد از پادشاه از فرزندان از بنان شاه تعیین میشن، ولی یک قاعده‌ای که وجود داره اینه که تا سن 18 سالگی تکمیل نکنه نمیتونه شخص پادشاه باشه، و اگر شاه میمیره یا کشته میشه و فرزند از بنان جانشین از تعیین میشه و سن 18 سالگی تکمیل نکرده، تا زمانی که سن 18 سالگی تکمیل کنه برای خود نائب تعیین کرده میتونه به صلاحیت کار میتونه وضوع انتقال بده، تا زمانی که سن 18 سالگی تکمیل کرد میتونه که پس اختیارات از طریق سلطنت اعمال بکنه و پادشاه عملا در او دوره که سن 18 سالگی تکمیل کرد اعلان حضور کنه و عملا او صلاحیت هایی که مطابق قانون اساسی هالند برای پادشاه در نظر گرفته شده به اصطلاح اعمال بکنه. در غیر از او با سن 18 سالگی که تکمیل میکنه باید نائب از او امورات از او به پیش ببره. مقایسه دیگه که انجام میدیم مقایسه ریاست دولت در کشورهای پارلمانیه. ریاست دولت در کشورهای پارلمانی کاملا متفاوته و در کشورهایی هست که نظام سلطنتی دارن، نظام سلطنتی مشروط دارن و صدر اعظم هم دارن. اما این نوع نظام پادشاهی مشروط که هسته و صدر اعظم دارن و نظام از اینا پارلمانیه کاملا از یک کشور تا کشور دیگه متفاوته. حد اعلای نظام پارلمانی که بیشترین صلاحیت ها داره انگلستانه، اما کشورهای دیگه هم وجود دارن که صدر اعظم عملا در اونها هست ولی اوقدر صلاحیت دیگه مانند انگلستان هست نیه و اوقدری که جنبه تشریفاتی برای پادشاه در نظر گرفته شده به کشورانی و که اکثر صلاحیت ها دارن. و در کشورهای دیگه هم که جمهوری هن نظام های پارلمانی در اونها وجود داره و پارلمان نمایندگان یا حزبی هن یا غیر حزبی بر حالتی و نمایندگان مردم خود از این صدر اعظم و وزرا تعیین میکنن و مسئولیت سیاسی هم صدر اعظم و وزرا در مقابل پارلمان داره و باید مسئولیت داشته باشه. و مقایسه دیگه که وجود داره اینه که دستیابی هم به مقام به اصطلاح ریاست دولت در کشورهای پارلمانی با هم دیگر یکسان می، هر کشوری با توجه به یک سری شرایط خاص خود خود داره. در کشورهای هست که نظام حزبی و هر حزبی که اکثریت رو دست بیاره صدر اعظم و کابینه تشکیل میده، و در کشورهای هست که حزبی نیست بلکه هر کس که در کابینه در پارلمان یا مجلس نمایندگان خود کاندید کرده بیشترین رای مجلس نمایندگان رو دست آورد و اونون صدر اعظم تعیین میشه. در کشورهای هم هست که به اصطلاح پادشاهی هم به خود پادشاه شخص صدر اعظم انتصاب میکنه که در گذشته بیشتر از این نظام وجود داشت ولی امروزه این نظام کمتر در جهان دیده میشه و عملا رو به اصطلاح عام رو به انقراض، اما به این معنی نیست که عملا در جهان وجود نداره. امتیازات سلطنت در گذشته که بود امتیازات شاهانه برخواسته از قدرت شخصی بود و پادشاه به اصطلاح تمام قدرت و امتیاز در تسلط از بود و هر آنچه که میخواست میتونست انجام بده. اما در انگلستان کم کم پارلمان قدرت گرفت و این قدرت پارلمانی کم کم به امور عامه جریان پیدا کرده. در قرن 18 بسار کشمکش هایی که بین شاه و پارلمان صورت گرفت و منظور دستیابی و کنترل این امتیازات، پارلمان در نهایت موفق به درآمد دادن. نتیجه از او شاه از یک برخی اختیارات خود خود محروم شد و به عبارت برخی اختیارات قانونی لغو شد و برخی دیگر به اثر عدم استفاده مشمول مرور زمان شد و پادشاه استفاده نکرد. نهایتا اونها هم انتقال پیدا کرد برای به اصطلاح پارلمان، ولی یک سری صلاحیت‌های تشریفاتی
برای پادشاه باقی ماند و اساس سلسله تشریفاتی پادشاه امور رو پیش می‌برند و از لحاظ امتیازات سلطنتی که شورای رگم سلطنتی وجود داره که مثل مقام سلطنت در بلژیک رئیس تشریفاتی کشور بوده و قانون اساسی اقتدار اجرایی به او اعطا نکرده مثل انگلستان، اما در عمل هیچ قدرت سیاسی هم نداره. اما در بلژیم این اختیارات داده شده برای پادشاه در قانون اساسی، ولی مثل انگلستان در عمل باز هیچ نوع صلاحیتی نداره که او اعمال بکنه و عملا از اختیارات خاصی برخوردار نیست، بیشتر جنبه تشریفاتی یا سمبولیک در او کشور داره.